به نام خدا. توی جلسه قبل بلاگ ما تموم شد، میخوایم توی این جلسه تک آیتم رو هم اجرا کنیم. خب برای این کار من به پوشه HTML میرم، از index.html یه کپی میگیرم، اسمش رو میذارم item.html، بازش میکنم. خب این رو به item.html تغییر میدم چون کپی از اونه، هیچ فرقی نمیکنه با اون. خب یک قسمت رو هم یادم رفته بود، این تصویر آیتم رو اسلایس کنم. اسمش رو میذارم آیتم خالی، ذخیره میکنم با فرمت جی پیگ. تصویرم رو برمیدارم، داخل پوشه ایمیجز میذارمش. خب تقریبا این دوتا صفحه شبیه همه، یک تفاوت های کوچیک وجود داره. من این بلاگ رو تبدیل به آیتم میکنم تا تایتل صفحه هم عوض بشه. هدر ما یکیه، سایت بار ما یکیه، فوتر ما یکیه، پجینشن ما فقط عنوانش فرق میکنه. میشه بذاریم آیتم بعدی و آیتم قبلی. من این کار رو انجام میدم، جمعش رو برمیدارم. های خب ستون سمت راست ما یکیه، اون رو هم دست نمیزنم، میمونه آیتم ها. خب یک شباهت های بین تک آیتممون و آیتم های بلاگمون هست. اگر دقت کنید فقط ارزشون فرق میکنه. من یکیشون رو میذارم بمونه، اسمش رو میذارم سینگل آیتم. خب ریفرش میکنم. اگر دقت کنید ما اونجا ریدپور داریم، اونجا تو سایت نداریم. سینگل آیتم رو باز میکنم، ادامه مطلب رو برمیدارم، اسم این رو هم میذارم آیتم، ریفرش میکنم. خب یک سری تفاوت های دیگه هم هست، این تکست رو عوض میکنم، داخل تک های پی مختلف میاد. ابتدای پاراگراف هم و انتهاشون اگه پیم رو میبند. یک تفاوت دیگه هست، اینجا پدینگ از اطراف گذاشتیم ولی اینجا این پدینگ رو نداریم. خب به استایلمون برمیگردیم. این کلاس رو من کپی میکنم، سینگل آیتم. انتهای اینجا چهار بار از روش کپی میکنم، میزنم پدینگ 0 پیکسل. اولین جایی که آیتم رید مور، آیتم تایتل، و آیتم اینفو. خب یکیش اضافه است، برش میدارم. آیتم اینترو تکستمون جا موند.
به همین سادگی صفحه سینگل آیتممون هم ایجاد شد.